ادامه هماتولوژی کلینیکال استادی صفحه 28 از 80 هستیم. گفتیم اکیوت لوکمیا، یعنی لوکمیا داشت تقویق بندن که 4 مدل لوکمیا گفت. حالا اکیوت لوکمیا اکولونال مولکولار ابنورمالیتی آوا هماتوپویتیک بلاست سل هاست که ریزالتینگ این فیلر آف دیفرنشیشن ان آن کنترولد سل پرولیفریشن. این میشه چی؟ اکیوت لوکمیا. یعنی هم بلاست سل ها که توی بون مرا هستن هماتوپویتیکشون دچار نقص شده، ابنورمال شده، و همین چیه دیفرنشیشن و آن کنترول سل پرولیفریشن انجام داره میشه. accumulation of leukemic blast cell result in marrow replacement. اگر کسی مشکل داشته باشه فقط باید بون مرو ریپلیس بشه. origin infiltration and metabolic effect و دچار organ infiltration and metabolic effect میشه این شخص. بذارم زمین که راحت باشم. بعد میگه که ای بابا acute leukemia تو ادال 85% of acute leukemia و توی بچه هم 85%شون leukemia blast morphology. حالا بر اساس مورفولوژی گفته که AML یعنی داره مقایسه میکنه acute leukemia را با acute myeloblast. اوکی؟ میگه توی ادالت بیشتر acute myeloblast و تو بچه ها بیشتر acute leukemia. acute lympho با AML و ALL چی بود؟ اینجا نگاه کن acute myeloblast leukemia و acute lymphoblast leukemia. اوکی؟ حالا دارم که تو بچه ها بیشتر acute lymphoblaste و توی بزرگ سالان بیشتر اکیوت میلو بلاسته. گرفتید شو؟ لیمفو بلاست میلو. پس توی بچه ها بیشتر لنفوسیت لوکمی میده و توی بزرگ سالان میلو بلاست. بعد میگه لوکم، پس این خودش بشه میتونه تست باشه ها. بعد لوکم یا بلاست مورفولوژی میلو بلاست لوکم یا سایتوپلاسمی گرانول و آور آیور رود و مور سایتوپلاست دارن، 2 تا 5 تا هسته دارن. یعنی مورفولوژی لوکمیک بلاست اینه که بگو سایتوپلاسمی گرندلش دوباره مورد بحث قرار بگیره، اینکه سایتوپلاسمش چجوریه و چند تا هسته داره. در اکیوت لیمفوبلاست لوکمیا نو سایتوپلاسمی گرندول، اصلا سایتوپلاسمی گرندول وجود نداره و مینیموم سایتوپلاسم هست، ولی اونجا مور سایتوپلاسم هست توی لیمفوبلاست و 1 تا 2 تا هسته بیشتر نداره. پس تعداد هسته های لیمفوبلاست از لیمفوید لوکمیا از تعداد هسته های میلوید لیمکومیا کمتره. سیتوبلاسمش هم کمتره. بعد گرندول هم اصلا نداره، به خاطر این تو بچه ها که کوچولو هن همه چیزاش کوچیکه، ولی تو بزرگ سال همه چیزا مور یعنی مور گرندول، مور نوکلئی، مور سایتوپلاسم. قبوله؟ اکیوت لوکمیا کلینیکال مانیفستیشنش یه ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم طرف اکیوت لوکمیا داره؟ ویت لاس، فیور، هایپرکالمیا اند هایپر یورسمیا، وزنش از دست میده، طرف تب داره، هایپرکالمیا پتاسیم خونش زیاده و هایپر یورسمیا یعنی یوریک اسید خونش هم زیاده، یورئای خونش زیاده. هماتولوژی لابراتوری فایندینگ اکیوت لوکمیا میگه دیکریز اور نورمال اور الیویتد دبلیو بی سی، یعنی هر سه حالت امکان داره اتفاق بیفته. دچار آنمیا میشه طرف، ترومبوسایتوپنیا یعنی پلاتلتاش کم میشه، آنمیا هم آر بی سی هاش کم میشه، ولی دبلیو بی سی امکان داره نورمال دیکریز یا الیویتد باشه. به خاطر همین بولدش کرده که قشنگ تست بده که ما یکیش انتخاب کنیم بگیم یا بالاخره زیاد شده یا کم شده، در صورتی که هر سه تا حالت داره اتفاق میفته، معلوم نیست کدومشه. اوکی؟ میگه اور اوکی. در اکیوت لوکمیا قشنگ میشه خاصه این تو تست میاد، قشنگ میتونه گیج کنه طرفو بگه آقا زیاد شده، کم شده، هیچ کدوم یا هر سه. میبینی؟ بعد ما با هر سه رو انتخاب کنیم، در کدوم؟ در اکیوت لوکمیا. از طرفی گفته بلاست آن پریفرال بلاد اسمیر، بگو آن چی؟ مم.
بود و ساعت نگاه کن. عشق منی. خب ساعت 2 صبح. چرا اهمیتی داره؟ بلاست آن پریفرال بلاد اسمی پیدا میشه. بلاست یعنی چی؟ یعنی سل زاینده رده های سل خونی از بون مرا اومده کجا؟ توی؟ پریفرال بلاد. و هایپر سلولار بون مرو ویت 20% اور مور بلاست وجود داره. بیشتره بون مرو شده هایپر سلولار 20% و بیشترش بلاست نرمالش کمتر از 5%. خاطر که هی داره سل خونی تولید بکنه دیگه. خب الان من یه سوالی برام پیش اومد. این اگه اکوت لوکمی هست داره سلای خونی داره میگه بلاستا زیادن، پس چرا میگه آنمیا؟ پس چرا میگه ترومبوسایتوپنیا؟ آنمیا چه؟ ببین آنمیا یعنی آر بی سی کم میشه، در صورتی که من میگه سل خونی داره میگه بلاستا هایپر سلولارن، داره میگه هایپر سلولار بون مرو. فهم میخوام چی بگم؟ من اینجا ما یه چیزی رو متوجه نشدیم، یه چیزی مطلب رو جفت داده تو ذهنم. تحقیقات میکنیم. اکیوت لوکمیا اونجا نوشابه هست. خب بریم تو ویکی‌پدیا چی گفته. ببین برای اکیوت لیمفوبلاست، لیمفوئید، برای اکیوت لیمفوئید لوکمیا یا لوسمیا حاد لیمفوئیدی گفته یکی از انواع سرطان خونه که سلهای لیمفوئید یا لیمفوسیت‌ها را تحت تاثیر قرار میده که بافت‌های لیمفوئید رو می‌سوزونه. سرطان خون یا لوسمیا یا لوکمیا بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خونه. این بیماری در اثر تکثیر و تکامل ناقص، چون پس تکثیرش زیاده مثلا رد بلاسه ولی تکاملش ناقصه، گویچه های سفید خون و پیش سازهای آن در خون و مغز و استخون ایجاد میشه. لوسمی یک از سرطان های شایع در میان کودکان است. در لوسمی مغز و استخون به صورت غیر عادی مقدار بسیار زیادی سلول خون تولید میکنند. این سلول ها با سلول های خون نرمال عادی متفاوتن و درست عمل نمیکنن. درسته که اون های سلول ها درست عمل نمیکنن، در نتیجه تولید سلول های سفید خون طبیعی را متوقف کرده و توانایی فرد در مقابله با بیماری ها از بین میبرن. سلول های لوکمی همچنین بر تولید سایر انواع سلول های خونی که در که توسط مغز و استخوان ساخته میشوند، از جمله گویچه های قرمز خون که اکسیژن را به بافت های بدن میرسانند و پلاکت های خونی که از لخته شدن خون جلوگیری میکنند، اثر منفی میگذارند. لذا در انواع لوسمی ضعف ایمنی، کم خونی و اختلال انقاد خون داریم. گفتی نکته شو؟ زیادن ولی تکامل نه پیدا نکردن، نان فانکشنالن ولی نامبرینگشون زیاده. به خاطر همین گفت ضعف ایمنی، کم خونی آنمیک و اختلال انقاد خونی یا ترومبوسایتوپنیا داره مشاهده میشه. قبوله؟ حالا اکیوت لوکمیا داره میگه که کلینیکال مانیفستیشنش تی بی فرار کرد رفتیم گوشه مرو ریپلیسمنت، بایستی با مرو ریپلیس بشه، ارگان اینفیلتریشن ان متابولیک افکت، مرو ریپلیسمنت با نوتروپنیا اینفکشن. یعنی چی؟ یعنی اگه تعداد نوتروفیل ها کم بشه. آنمیا میگیره یک طرف که نشانش پالور یا از دست دادن رنگ و رو، فاتیگو یا خستگی و دیسپنیا یا تنگی نفس. ترومبوسایتوپنیا میگیره که ابنورمال برو آیزینگ اند بلیدینگ. یعنی چی؟ یعنی اختلال انقاد خون میگیره طرف. اکیوت لوکمیا ارگان اینفیلتریشن دوچاره بون پین میشه طرف، استخوناش درد میکنه چون استخوناش خیلی داره کار میکنه. خب هپاتو اسپلنومگالی، بگو هپاتو اسپلنومگالی. گفتیم الان هم هپاتیک هم یعنی لیور هم اسپلین گنده میشه. ببین ما قبلا خونده بودیم که اگه هپاتیک 2-4 سروز بشه پورتال هایپرتنشن اتفاق میفته، وقت اسپلنومگالی میشه، وقت بهش میگن هپاتو اسپلنومگالی، درسته؟ حالا چه رفتی به اکیوت لوکمیا داره؟ من اینجوری بررسی میکنم، میگم که چون که رد بلاد سلا برها زیاد شدن همولیز بعد اتفاق بیفته اسپلین بعد این کار رو بکنه، پس میشه اسپلینومگالی. حالا یه رفتر تمام به هپاتیک داره میشه هپاتو اسپلینومگالی.
لیمف آدنوپاتی یعنی بیماری های مجبور به غده های لنفاوی و مثل غده آدرن غده فوق کلیوی جینجیویال هایپرتروفی یعنی لثه ها هایپرتروفی میشن و لوکمی و مننژایتیس لوکمی هایی که باعث التهاب مننژ میشه تو مغز لوکمی و مننژایتیس جینجیویال هایپرتروفی لیمف آدنو پتی هپاتو اسپلنو مگالی و بون پین دارن اینا خیلی مهمه یه داروساز باید بتونه علائم ما تشخیص بده این الان جینجیویال هایپرپلازیا یا جینجیویال هایپرتروفی میبینی لسته های طرف رو باد کرده اما رو دندونش رو گرفته ببین اوکی؟ بعد گفته که کلروما بگو کلروما یعنی گرانولوسایتیک سارکوما کلروما یا گرانولوسایتیک سارکوما دیده میشه لوکیمیا کوتیس لوکیمیایی که اومده روی سطح پوست اوکی؟ AML یعنی اکیوت میلوبلاست میلوئید اکیوت میلوئید لوکیمیا اکیوت میلوئید لوکیمیا میگه توی سنهای کمتر از 60 سال 80% ریمیژن داره و توی بیشتر از 60 سال 60% ریمیژن داره پریور مرو دیزوردر اول با بون مرو دیزوردر شروع میشه اوکی مثل میلو دیسپلازیا بهش میگیم MDS میلو دیسپلازیا بعد سکندری AML پریور کمو و رادیوتراپی و ریسپانس تو اینداکشن تراپی و سایتوژنزیس خب ببین اینجا که موقع در آوردن اینا داشت اکیوت میلوئید لوکمیا داره میگه که اکیوت میلوئید لوکمیا یا لوسمی حاد میلوئیدی یکی از انواع دو مرتبه سرطان خون است و دقیقا همون جملاتی که اونجا تکرار کرده عیناً اینجا کپی پیست کرده خب باور کن روش های پیش آگهی دهنده شد چیزاش هم گفته یعنی دقیقا این همون رو برش گذاشته خب به هر حال با سایتوژنزیز و اینا میشه پروگنوز یا تشخیصش داد اوکی؟ یا پیش بینیش کرد سایتوژنزیز هم پروگنوزیز نمیفهمم اینو یک کسی دوست داشت بعدم بخونه بعد گفته AML تریتمنت اینداکشن کموتراپی اوکی با چه داروهایی میشه AML خوب کرد با آنتراسیکلین مثل ایداروبیسین بگو با آنتراسیکلین او... یا اسم دیگه چیه ایداروبیسین for 30 days and سایتوزین آرابینوزاید و سایتوزین آرابینوزاید برای 7 روز اون وقت 3 روز اول با چی؟ با آنتراسیکلین 7 روز بعدی با این younger fit patient only و فقط برای چی؟ بگو پیشنت های جوون 3 to 5 weeks of pancytopenia در عرض 3 تا 5 هفته pancytopenia هست گفتیم pancytopenia یعنی هر سرد سل خونی کم بشن supportive care red cell and platelet transfusion بگو supportive care of red cell and platelet transfusion prophylactic antibacterial antifungal and antiviral effect یعنی چی؟ یعنی همه این افکت بایستی پلاتلت ها رد سلا بهش ترانسفوز کرد یعنی بهش داد و پروفیلاکتیک یعنی پیشگیری کرد از با آنتی باکتریال آنتی فونگال آنتی وایرال هم پیشگیری کرد که طرف این مریضی ها رو نگیره چون که احتمالش خیلی زیاده که بگیر چون سیستم ایمنیش داره ضعیف میشه AML مخففه چی بود؟ اکیوت میلوئید لوکمیا اکیوت میلوئید لوکمیا ریسپانس تو اینداکشن ریمیژن استیتوس یعنی چی؟ یعنی دوباره برگرده میگه ریمیژن استیتوس دترمایند بای بون مرو ات دی اند اف مانث فالوینگ اینداکشن تراپی فور اگزمپل روز 14 و روز 20 28 من باید بفهمم این لغت ریمیژن یعنی چی ریمیژن رامردن دادان 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 ریمیژن یعنی عفو بخشش بهبودی تخفیف گذشت اوکی؟ آمرزش
پس ریمیژن استیتوس یعنی حالت تخفیف بیماری توسط بون مرو تو روز 14 و روز 28 مشخص میشه. کامپلیت ریمیژن بهبودی کامل کیه؟ گفته وقتی که نورمال پریفرال بلاد کانت یعنی نورمال پریفرال بلاد درست بشه شمارش سلول و نورمال سلولار مرو وقتی که گفتیم مرو الان هایپر پروفریته درسته؟ وقتی نورمال سلولار ببینیم یعنی کامپلیت ریمیژن. پس ریمیژن یعنی بهبودی. گفته نورمال سلولار مرو وید کمتر از 5% بلاد، چون گفتیم 5% کمتر از 5% حالت نورماله ولی اینا بیشتر از 30% دارن. اند نورمال مرو سل ماتوریشن، من اینکه سل های نورمال بالغ بشن به صورت آدموار. حالا کنسولیدیشن میخوایم درمانش کنیم با چی؟ با کنسولیدیشن. حالا کنسولیدیشن یعنی چی؟ گفته کنسولیدیشن یعنی تحکیم، یعنی تثبیت، یعنی تقویت، اتحاد، ترکیب. اوکی؟ با تقویت کردن مریض، با خوب کردن مریض. بذار این بچه دل من بخوابه، بیا لایکوی ما، بیا گل ما، وقتی من اینجا آوردمت که بخوابه بگه بخواب باشه. گفته که following induction into complete remission، بایستی اینا فالو بکنه تا چی برسه؟ تا برسه به بهبودیه کامه. 3-4 سایکل آف های دوز سایتوزین آرابینوزین. خب اونجا اینه داشت، من تا اونجا اول آنتراسیکلین دادیم تو ALL یعنی تو اکیوت لیمفوئید لوکمیا، اول آنتراسیکلین دادیم بعد سایتوزین آرابینوز. اینجا داریم از اول سایتوزین آرابینوز میدیم. ادمینیستر اپروکسیمیتلی برای 5-6 هفته، ولی اونجا گفت سایتوزین آرابینوز برای 7 روز، برای 1 هفته. اور بون مرو ترانسپلنت دیپندز اون دی دیگری اف ریسک، بستگی به درجه ریسکش بایستی بون مرو ترانسپلنت بشه. AML treatment alternative consolidation، گفتیم consolidation یعنی تحکیم، تثبیت، تثبیت اوضاع. One or more cycle of consolidation chemotherapy then either autologous و allogenic. حالا autologous یعنی چی؟ یعنی استم سل ترانسپلنت افتر های دوز کیموتراپی. اول های دوز کیموتراپی بکنیم اوکی، بعد استم سل ترانسپلنت کنیم، بهم میگن autologous. آلوژنیک یعنی بون مرو ترانسپلنتیشن افتر های دوز کیموتراپی، یا استم سل ترانسپلنت میکنیم یا چی؟ یا بون مرو. اگر بون مرو ترانسپلنت کردی بهش میگن آلوژنیک، اما اگه استم سل یعنی سلای بنیادی رو ترانسپلنت کردی بهش میگن چی؟ اوتولوگوس. خیلی مهم شد قشنگ تابلو که سوال امتحانی مهم. پس استم سل ترانسپلنت کنیم یعنی اوتولوگوس بون مرو آلوژنیک. بگو اوتولوگوس آلوژنیک. آلوژنیک، آلوژنیک، اوتولوگوس. حالا اوتولوگوس ترانسپلنت ادوانتجش چیه؟ اوتولوگوس یعنی کیو داره ترانسپلنت میکنه؟ استنسل. Collection and subsequent infusion of patient stem cell allow administration of otherwise lethal doses of chemotherapy. و یعنی لو دوز کیموتراپی احتیاج داره بعدش. خب اما disadvantage اینه که despite CR leukemia cell may persist in marrow, blood and stem cell. میگه شاید طرف خوب بشه ولی هنوز سلای لوکمیا یعنی هنوز لوسمی تو خونش وجود داره. توی استم سل پروداکت به خونش وجود داره. های دوز تراپی، وقت با های دوز تراپی بکنه اون وقت این های دوز توکسیکه دن استاندارد کنسولیدیشن. پس اگه های دوز نمیتونه باید چار کنه؟ توکسیک میشه دیگه. بذار تحقیق کنم، عاشق این تحقیقاتم. اینجا گفته که اوتو ترانسپلنیشن از ترانسپلنیشن آف ارگان تیشو اور ایون پروتئین فرام وان پارت آف ده بادی تو انادر این ده سیم in the same individual. اوکی، تو یه فرد تیشو ترانسپلنت بای ساچ اتولوگوس
پروسیجر از ریفرد تو ریفر تو از ان اوتوگراف اور اوتو ترانسپلنت، یعنی از خودش به خودش. It's contrasted with xenotransplantation from other space. Xenotransplantation از other space، auto از خودش. اوکی؟ اینو فهمیدم. حالا autologous transplant فایدهش اینه که تجمع و subsequent infusion of patient stem cell allows administration of otherwise lethal dose chemotherapy کم میکنه، ولی disadvantageش اینه که هنوز لوسمی جای تو سلول خونی مونده باشه. حالا allogenic گفتیم یعنی بون مرو ترانسپلنت. ادوانتیجش اینه که استم سل فرام HLA matched sibling or unrelated individual low high dose therapy. اینجا این دفعه low high dose therapy و graft versus leukemia effect result in decrease rate of leukemia relapse. leukemia relapse این دفعه کم میشه چون داریم بون مرو رو ترانسپلنت میکنیم. low high dose الو های دوز. آره الو های دوز آر فری آف لوکمیا. آلوژنیک تریت ترانسپلنت دیس ادوانتیجش چیه؟ گفته ایمیونولوژیک گرافت ورسوس هاست دیزیز ان ایمیونوساپرتیف تراپی ریزالت این سیگنیفیکن موربیدیتی ان مورتالیتی. چون باید ایمیونوساپرس کنیم تا بون مرو رو پس نزنه، اون وقت چه مشکلاتی میان؟ مورتالیتی و موربیدیتی. از طرفی گفته که GVHD گفتیم GVHD یعنی graft versus host disease incidence and severity و severityش increase with increasing age. هرچه سن بره بالا بگو severity یا ریسکش بیشتر میشه. best result in pediatric و بهترین نتیجه تو بچه ها میگیریم. tolerability of high dose transplant limited by patient age. میگه اینکه تولریت بشه با های دوز ترانسپلنت این چیه؟ بستگی به سن داره. ریدیوس دوز بینگ اوالوییتد و بایستی ما کاهش دوز رو بررسی کنیم. ریسک ادابتد اپروچ. چه ریسکایی وجود داره؟ ریسکایی فیوریبل گفته کانونشنال کیموتراپی فالود بای ترانسپلنت اونلی ایف ریلپس آکر. اگه دو مرتبه ریلپس بکنه بایستی کانونشنال کیموتراپی، یعنی کیموتراپی قدیمی اونو ادامه بدیم. اینترمدیت گفته کانونشنال کیموتراپی الون اور اوتولوگوس اور آلوژنیک ترانسپلنت. نمیفهمم یعنی چی و ادورسش هم نمیفهمم یعنی چی. خلاصه یه سری ریسکای وجود. اوه حالا تازه اکیو تموم شد رسیدیم به کرونیکش. یه گفتیم تو کرونیک پولیسایتمیا ورا اتفاق میفته، اسنشیال ترومبوسایتمیا یعنی ترومبوسایت هم زیاد میشن و سی ام ال یعنی کرونیک مایلوید لوکمیا. اوکی؟ حالا سی ام ال به علاوه فیلادلفیا وی جی ام پی ان گفته بک‌گراند فیلادلفیا کروموزوم اینه که بی سی آر ای ابل یعنی بی سی آر ای ابل و فیوژن ژن کانستانت تایروزین کیناز اکتیویتی لیدینگ تو لوکمیک ترانسفورمیشن. کانستانت تایروزین کیناز اکتیویتی باعث چی میشه؟ لیدینگ تو لوکمیا ترانسفورمیشن. استم سل ابنورمالیتی اینکریز پرولیفریشن. چون استم سل ابنورمالن این حالت ژن نو ترکیب بود تا اینجا که من یادم اینجوری میشد. اوکی؟ حالا داره میگه که استم سل ابنورمالیتی اینکریز پرولیفریشن های پریفرال بلاد. بگو های پریفرال بلاد کانت. اون وقت اسپلنومگالی و فیز کرونیک اکسلریتد بلاستیک کرایزیس. بلاستیک کرایزیس یعنی چی؟ یعنی بلاستا به حالت بحرانی زیاد میشن. قبوله؟ ولی لگراف چی کانت؟ بلاد کانت سلای خونی ها بشماره. یه تارگت تراپی هم داره با ایماتینیب. اسم دیگه یه ایماتینیب هست گیلیوک. بگو گیلیوک یا ایماتینیب دوتا یه داروی خیلی مهمه. چیه؟ کیموتراپی. که کیموتراپیه به خاطر اینکه تارگت اینهیبیت میکنه. تارگت ها میره روش اینهیبیتش میکنه. بعد فست لاین تو فست لاین واسه چه داروی استفاده کرد؟ ایماتینیب. اوکی؟ سکند جنریشن نیلوتینیب و
داستاتینی. پس اولین جز دنرشن گلیبک یا ایماتینی، بعدش نیلوتینی و داستاتینی. قبول؟ اکتیو آلسو آن آدر تایروزین کیناز. تیکا یعنی چی؟ تایروزین کیناز. ولی گفته تیکا یعنی تایروزین کیناز اینهیبیتور و افکتیو افتر ایماتینی فیلر. اگه ایماتینی مشکل فیل بشه ما خواهی سه چکا که؟ از نیلوتینی با دازاتینی بستفاده که. بیدر ریزالز یوز این فیست لاین بیدر سایتوجنیتیک مولکولار ریسپانس و سروایوال ریزالت. اوه خیلی رفت. فیلادلفیا و جک تو استیمولیشن. جک و ارتای نابود دیمر می شدن با استاتا. گفته لیمفو پرولیفراتیف دیزوردر لیمفوما. به لیمف پرولیفراتیف دیزوردر میگیم لیمفوما. دیگه نمیگیم لوکمیا. میگیم لیمفوما. خب دیگه اینا رو فردا شب بخونیم. فردا بخونیم. من خیلی خسته شدم دیگه.